سلام بر شما. ساعت 7 بامداد تهران. من رکسانا خیکار از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما هستم. ابتدا نگاهی بیاندازیم به سرخط خبرها. یک دست شدن موضع اتحادیه اروپا در قبال سپاه پاسداران. وزیر خارجه هلند از تروریستی خواندن سپاه حمایت کرد. به گزارش رویترز فرانسه هم ملاحظاتش را کنار گذاشت. گزارش تکان دهنده نرگس محمدی از وضعیت زنان در زندان اوین. ده‌ها زندانی سیاسی زن هدف شکنجه های هولناک قرار دارند و برخی تا 2 سال در انفرادی بودند. سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اسرائیل. وزیر امور خارجه اسرائیل از واشنگتن خواست فشار گسترده علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. و انتقاد زلنسکی از چند صدایی در ناتو. پنتاگون میگوید در قالب کمک 2.5 میلیارد دلاری به کیف بیش از 500 خودروی زرهی به اوکراین ارائه میکند. در پی رأی مثبت پارلمان اروپا به قطعنامه درخواست قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، رویترز گزارش داده فرانسه هم که پیشتر درباره قرار دادن سپاه در این فهرست ملاحظاتی داشت، موضع خود را تغییر داده و اکنون از این اقدام حمایت می‌کند. در این قطعنامه پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته تا سپاه پاسداران و همه سازمان‌های وابسته به آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهد. قطعنامه مشخصاً خواسته علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی و 227 نماینده مجلس که اعدام‌ها را تشویق کرده بودند تحریم شوند. گزارش مهران عباسیان، خبرنگار ما که برای پوشش جلسات اتحادیه اروپا به استراسبورگ فرانسه رفته بود رو با هم ببینیم. پارلمان اروپا به قطعنامه واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌های اخیر در ایران رأی مثبت داد. این قطعنامه با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان تصویب شد. 32 بند در این قطعنامه اومده. قبل از تصویب قطعنامه 4 نماینده خواسته بودند که اصلاحیه بخوره. هر 4 تا در رأی‌گیری رد شد. یکی از اصلاحیه‌ها مربوط بود به تعلیق برجام که رأی نیاورد. 32 بند این قطعنامه شامل موارد نقض حقوق بشر در ایران، از سرکوب‌ها، اعتراضات و اعدام‌ها در ایران حکایت داره. در بند 11 اشاره به سپاه پاسداران شده و از اتحادیه اروپا خواسته سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست نیروهای تروریستی این اتحادیه قرار بگیره، همچنین سپاه قدس و بسیج. در بند 10 اشاره به افراد و نهادهایی شده که در سرکوب و اعدام‌ها نقش داشتند. علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی و دادستان کل کشور و همچنین خانواده اونها از اتحادیه اروپا و شورای اروپا خواسته شده که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار بگیرند. از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته شده تا بازدید داشته باشند از زندان‌ها در ایران، مخصوصاً زندان‌هایی که 25 شهروند اروپایی در اون به گروگان گرفته شدند. کلمه گروگان دقیقاً در این قطعنامه اومده. خب 2 روز قبل این قطعنامه و مواردی که قراره در این قطعنامه گنجانده بشه اینجا در پارلمان اروپا دربارش بحث شد. اکثر نمایندگان، هر 22 نماینده‌ای که درباره جمهوری اسلامی و علیه جمهوری اسلامی صحبت کردند، خواستار این بودند که سپاه پاسداران حتما باید به لیست تروریستی اضافه بشه. طی چند روز گذشته در جلسات متعدد پارلمان از اوکراین و روسیه گفته شد و در اون جلسات از سپاه پاسداران نام برده شد به عنوان نیروی کمکی کشور روسیه در تجاوز به اوکراین. نمایندگان پارلمان از اعتراضات مردم گفتند، از تجمعات اعتراضی خارج از کشور گفتند و اشاره به روز 16 ژانویه داشتند که هزاران ایرانی اینجا به مقابل پارلمان اروپا اومد
و خواستار این بودند که نمایندگان پارلمان اروپا پشتیبان و حامی مردم ایران باشند. و اینجا امروز این نمایندگان این صدا رو شنیدن و قاطعانه به این قطعنامه رأی مثبت دادن. این قطعنامه قراره به شورای اروپا ارسال بشه تا بعد از تصویب به مرحله اجرایی برسه. مهران عباسیان، پارلمان اروپا، استراسبورگ. وزیر خارجه هلند در توییتی نوشته است که کشورش حامی قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا است. وزیر خارجه هلند نوشته اتحادیه اروپا باید به تحریم مقامات جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران نقش دارند نیز ادامه دهد. ابراهیم رئیسی قطعنامه پارلمان اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران را محکوم کرد و آن را حرکتی از روی استیصال خواند. به گزارش رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ساعتی پیش از تصویب قطعنامه در گفتگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهیه این قطعنامه را شلیک به پای خود خوانده و نسبت به تبعات آن هشدار داده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفت در صورت نهایی شدن این اقدام، مجلس شورای اسلامی دولت‌های اروپا را حامی تروریست و ارتش‌هایشان را سازمان تروریستی اعلام می‌کند. به گفته قالیباف، جمهوری اسلامی به شیوه کاملا متفاوت در منطقه با آنها برخورد خواهد کرد. و در تحولی دیگر، در همین رابطه رویترز روز پنجشنبه به نقل از دو دیپلمات اروپایی گزارش داد وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه آینده سوم بهمن ماه 37 مقام جمهوری اسلامی را تحریم خواهند کرد. به گفته این دو منبع، این 37 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر تحریم می شوند و در نتیجه اجازه ورود به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و تمامی دارایی‌های آنها در اروپا مسدود خواهد شد. یکی از این دیپلمات‌های اروپایی به رویترز گفته روز دوشنبه چهارمین بسته تحریمی علیه ایران عملیاتی می‌شود و او و همکارانش بر این باور هستند باید کار کردن بر روی پنجمین بسته به منظور طبقه بندی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی آغاز شود. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از لس آنجلس همراه ما هستند. خوش آمدید خانم بنی هاشمی. دستاورد بی سابقه ای بود که نمایندگان پارلمان اروپا یک صدا یک چنین قطعنامه ای رو علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند. اما چقدر فکر میکنین که امکان اجرایی شدن خواهد داشت در کمیسیون اروپا؟ درود به شما و تمام بینندگان عزیز. شما کاملا درست فهمیدید، این واقعا یک دستاورد بی‌نظیره، برای اینکه ما اگر به گذشته روابط اتحادیه اروپا و کلا قبل از اینکه حتی اتحادیه اروپا شکل بگیره کشورهای اروپایی با ایران نگاه بکنیم، می‌بینیم تقریبا روابط بسیار تنگاتنگی داشتن در زمینه‌های مختلف و حتی با وجود اتفاقات فیمابین مثل ترورهای خارج از کشور که اتفاق افتاده، هیچ موقع روابط در واقع اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی با ایران شاید به این شکل به مرحله جدی وارد نشده بوده که بخواد در واقع یک نهاد مهمی رو مثل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو بخوان تحریم بکنن. بنابراین این در نوع خودش بسیار منحصر به فرده. و اجازه بدین کمی در ارتباط با مسئله قطعنامه توضیحی بدیم. در این قطعنامه مطلبی که عنوان میشه و خب در تیتر اخبار قرار میگیره، مسئله گذاشتن نام سپاه پاسداران در لیست تحریمی هست، اما از اون مهمتر در بخش‌ها و بندهای دیگه از این قطعنامه به موارد بسیار جالبی اشاره شده، از جمله موارد نقض حقوق بشر که توسط ایران نسبت به شهروندانش صورت میگیره. و همچنین در این قطعنامه پیشنهاد شده به شرکت‌های اروپایی که چطور میتونن به جامعه مدنی ایران کمک بکنن. در خصوص سرویس دادن اینترنت به مردم ایران صحبت شده، در خصوص مهاجرانی که به خاطر اعتراضات از ایران خارج میشن و کشورهای اروپایی چطور میتونن به اونها کمک بکنن.
صحبت میشه. بنابراین همطور که نگاه میکنیم میبینیم که در قسمت‌های مختلف این قطعنامه نه فقط مسئله گذاشتن نام سپاه پاسداران در لیست تحریمی‌ها مهمه، بلکه خیلی از نزدیک و با دقت مسائل ایران مورد نظر قرار گرفته شده و به همین جهت در واقع یک نوع کمک و یک نوع حمایت گسترده‌ای رو برای مردم ایران در نظر گرفتن. اما بخش دوم بپردازیم به این که تا چه اندازه امکان این هست که در واقع این قطعنامه که بعداً باید بعد از در مطرح شدن در صحنه پارلمان اروپا به شورای اتحادیه اروپا بره و در اونجا ممکنه نقش اجرایی پیدا بکنه، خیلی بستگی به در واقع اتفاقات فیما بین ایران و کشورهای اروپایی داره و در این مورد هنوز نمیشه اظهار نظر مشخصی کرد، اما این قدم بسیار مهمی بوده که در این رابطه برداشته شده. خانم بنی هاشمی، شما فکر می‌کنید با مصوبه پارلمان اروپا چقدر حلقه فشار بر سپاه پاسداران تنگ‌تر خواهد شد؟ به نظر من بسیار زیاد، با وجود به این که همطور که اشاره کردیم و در اخبار هم گفته میشه که این قطعنامه تا اینجا ضمانت اجرایی نداره، ولی با وجود به این دقت بکنین که با تمام اتفاقاتی که این سالهای به اصطلاح متعدی اتفاق افتاده، مثل بمبگذاری هایی که شده، مثل در واقع اتفاقات نظیر این که در کشورهای اروپایی افتاده یا حتی در کشورهای بعضی از کشورهای خاورمیانه اتفاق افتاده و بعد از مدت متوجه شدن که در واقع سپاه پاسداران پشت این مسائل وجود داره، هرگز این مسئله تا به این اندازه جدی نشده بود که بخواد نام قسمت از نظامی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تا این اندازه در واقع مطرح بشه و تحت تحریم قرار بگیره. بنابراین میتونم بگم این نه تنها یک فشار عملیه که بلکه به نظر من یک نوع فشار در واقع روانی هم بر افراد دخیل در ارتباط با سپاه پاسداران میتونه وجود داشته باشه. ضمن اینکه یادمون نره که سپاه در خیلی از روابط تجاری و مسائل اقتصادی ایران دخیل هست، در نظر داشته باشیم که خیلی از اونها رفت و آمد دارن به کشورهای خارجی، بنابراین بعد از آمریکا حالا مسئله اتحادیه اروپا اگر مطرح بشه، اونها بسیاری از اونها حتی از رفتن و مسافرت کردن به کشورهای اروپایی منع خواهد شد. خانم بنی هاشمی، خیلی ممنون از همراهی و توضیحات. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس ضمن اشاره به خیزش سراسری در ایران گفت زنان و مردان ایرانی خواهان سرنگونی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستند. به باور ما این اولین بار در تاریخ است که زنان و مردان ایرانی در کنار هم و متحدانه می‌خواهند یک رژیم دیکتاتوری را سرنگون کنند. رژیمی که به زنان می‌گوید چه بپوشید، چطور فکر کنید و چه نوع سبک زندگی را دنبال کنید. به همین دلیل من امروز اینجا هستم تا از شما بخواهم تا همبستگی خود را با زنان ایران نشان دهید. زنانی که در تلاشند تا جهان را از یک رژیم خطرناک که رژیم جمهوری اسلامی است نجات دهند. مسیح علی نژاد همچنین گفت زنان در ایران می‌خواهند آزاد زندگی کنند، اما در راه مبارزه برای به دست آوردن همین آزادی مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار می‌گیرند. We're talking about women leadership. ما اینجا داریم در مورد رهبری زنان صحبت می‌کنیم. در ایران اما یک زن آزاد بودن جرم است. من از کشوری میام که به عنوان یک زن فکر کردن در مورد بخشی از رهبری بودن جرم است. درست همین الان مردم در خیابان‌های ایران با اسلحه و گلوله روبرو هستند، چون می‌خوان خودشون باشن. زنان شلاق می‌خورن، کشته میشن، مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار می‌گیرن و به طور آنلاین هم مورد آزار قرار میگیرن، چون میخوان آزادی و کرامت داشته باشن. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، از وضعیت بند عمومی زنان در زندان اوین گزارش تکان دهنده ای منتشر کرده است. این فعال زندانی با نام بردن از 58 زن زندانی که در بند عمومی زنان این زندان نگهداری میشوند، نوشته که بسیاری از آنها هدف شکنجه های هولناک و ضد انسانی قرار گرفته و از چند ماه تا 2 سال در سلول انفرادی نگهداری شدند. به گفته خانم محمدی، 57 زن زندانی سیاسی اوین در مجموع 8350 روز در سلول های بند های وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران محبوس بودند و اغلب آنها به ویژه افرادی که مدت زمان های طولانی را در سلول‌های انفرادی گذراندند از عوارض و بیماری‌های ناشی از حبس در این سلول‌ها رنج می‌کشند.
راپرک شجریزاده فعال حقوق بشر از تورنتو همراه ما هستن. خوش آمدین خانم شجریزاده. گزارش خانم محمدی و شرح اون چه که بر زندانیان زن میره سخت تکان دهنده است. شما خودتون هم در مقاطعی تجربه بازداشت رو در بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی جمهوری اسلامی دارین. از تجربه خودتون و مشاهداتتون برای ما و بینندگانمون بیشتر بگین. درود به شما. زندان انفرادی فشار روحی شدیدی رو به انسان وارد میکنه، مثل اینه که هیچ ثانیه ها نمیگذره و انواع و اقسام فکرهای مختلف، وابستگی هایی که داری اذیتت میکنه. در وقتی تو زندان انفرادی هستی ذهنت میاد و شروع میکنه باهات مبارزه کردن. ولی چیزی که در مورد گزارش خانم محمدی توجه من رو جلب کرد سه نکته بود. نکته اول این که زندان اوین از سه بند، از سه اتاق بند زنان، از سه اتاق تو در تو تشکیل شده که گنجایش تخت ها 34-5 تا تخت هستش توی اون محوطه، 4 تا توالت هستش، دستشویی هستش و 2 تا حمام در مجموع. و زمانی که من یادم، زمانی که ظرفیت زندان به 38 یا 40 نفر میرسید، ظرفیت از اون چیزی که باید بود بیشتر بود. در حال حاضر تو خبر ما دیدیم که اومده 61 زن در حال حاضر در بند زنان زندان اوین هستن و مشخصا تقریبا دو برابر حجمی که بند زنان گنجایش داره. از طرفی خیلی از این زنان، تا جایی که من میدونم، زنانی که سن بالا دارن یا تعداد زیادی که از بیماری های مبتلا به بیماری های مزمن شدن بعد از زندان انفرادی یا شرایطی که تو زندان داشتن و همینطور امکان این که از طبقه دوم، تخت های طبقه دوم استفاده کنن براشون وجود نداره، فقط 17 تا تخت در طبقه اول هستش. این شرایط بعد خود زندان اوین هستش. و از زندان انفرادی هم میدونیم به دلیل اینکه دسترسی بهداشتی و پزشکی ندارن وقتی که بیمار میشن زندانی ها، بیماری هایی که به راحتی میتونه درمان بشه تبدیل به بیماری های مزمن میشه و سالها زندانیان با این بیماری ها باید سر کنند. در کنارش فشار روحی زیادی به انسان ها وارد میشه و خیلی از زندانی ها دچار ناراحتی های روحی میشن. این همونطور که خانم محمدی سال هاست که تلاش خودشون رو در کنار بقیه فعالیت های حقوق بشریشون منعکس کردن روی شکنجه سفید و زندان انفرادی، خیلی از این زنان دارن واقعا با تمام این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و همه اینها به خاطر این هستش که جمهوری اسلامی زمانی که زندانی ها رو در زندان اوین، در زندان انفرادی قرار میده، قصد داره که در کنار شکنجه جسمی در مورد زنان، بعضن شکنجه های جنسی و شکنجه سفید یا زندان انفرادی بتونه اعترافات اجباری بگیره و اتهاماتی که هیچ پایه و اساسی نداشته این انسان های بیگناه رو ازشون بتونه اعترافات بگیره. در کنارش ما زندانی های دو تابعیتی داریم که اینها فقط بازیچه بازی های سیاسی رژیم جمهوری اسلامی هستن. به خاطر گروگانگیری تعدادی از اونها سالها در زندان انفرادی به سر می بردن و محیط زیستی ها رو می بینیم. هیچ وقت اتهام این زندانیان ثابت نشد. انسان های بیگناهی هستن که رژیم جمهوری اسلامی مثل هر حکومت استبدادی دیگه از زندان انفرادی استفاده می کنه برای اینکه اینها رو شکنجه بده. در کنارش نکته سوم که من دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که زندان اوین با توجه به اینکه در دنیا شناخته شده هستش به عنوان، میگن نوتوریوس اوین پریزن، شناخته شده هستش و در کنارش فعالین مدنی و سیاسی که در زندان اوین هستن انسانایی هستن که مرتب گزارش میدن از نقض حقوق بشر، شرایطش به مراتب از بقیه زندان‌های زنان در سراسر ایران بهتره. وضعیت زندان اهواز، لاک، وکیل‌آباد، عادل‌آباد، اینها خیلی وحشتناک بوده. گزارش هایی که اومده قرچک، من خودم تجربه قرچک رو داشتم. ولی در حال حاضر با توجه به گسترش اعتراضات و اینکه در شهرهای مختلف
معترضین زیادی بازداشت شدن، هزاران معترض بازداشت شدن. شما این تعدادی که در زندان اوین هست باید چند صد برابر کنید در مورد زنان، و متاسفانه جنایاتی که داره بر ضد زنان انجام میشه در شهرستان‌های مختلف و در زندان‌هایی که خیلی از ما حتی اسمش رو نشنیدیم بسیار هولناک‌تر خواهد بود، و این چیزی که باید بهش توجه کنیم که شرایط خیلی از انسان‌ها و معترضین در حال حاضر بسیار هولناک‌تر هستش و جونشون در خطر هستش. بله خانم شجاعی‌زاده، خیلی ممنونم از همراهی شما. سپاس از شما. دیروز پنجشنبه مراسم 40 شادمان احمدی در دهگلان و دنیا فرهادی در ایزه برگزار شد. شادمان احمدی 23 ساله روز 17 آذر ماه چند ساعت بعد از بازداشت از سوی نیروهای سرکوب زیر شکنجه جان باخت. فرهادی هم جانشوی دانشگاه اهواز بود که روز 16 آذر ناپدید شد و یک هفته بعد پیکر بیجانش در حاشیه رودخانه کارون پیدا شد. رسانه‌های حکومتی علت مرگ او را خودکشی عنوان کردند، اما خانواده دنیا ادعای خودکشی را رد کرده و گفتند دنیا ساعتی قبل از ناپدید شدنش با نیروهای بسیجی مستقر در دانشگاه درگیری کلامی داشته است. دنیای ما را بردن، جنازه‌ش را بردن. دنیای ما رو بردن، جنازه‌ش رو بردن. دنیای ما رو بردن، جنازه‌ش رو بردن. دنیای ما رو بردن، جنازه‌ش رو بردن. آزادی آزادی بگو، آزادی 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 آزادی همچنان از استدیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما هستیم. نگاهی دوباره میاندازیم به سرخط خبرها. یک دست شدن موضع اتحادیه اروپا در قبال سپاه پاسداران. وزیر خارجه هلند از تروریستی خواندن سپاه حمایت کرد. به گزارش رویترز فرانسه هم ملاحظاتش را کنار گذاشت. گزارش تکان دهنده نرگس محمدی از وضعیت زنان در زندان اوین. ده ها زندانی سیاسی زن هدف شکنجه های هولناک قرار دارند و برخی تا 2 سال در انفرادی بودند. سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اسرائیل. وزیر امور خارجه اسرائیل از واشنگتن خواست فشار گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. و انتقاد زلنسکی از چند صدایی در ناتو. پنتاگون میگوید در قالب کمک 2.5 میلیارد دلاری به کیف بیش از 500 خودروی زرهی به اوکراین ارائه میکند. بلومبرگ در گزارشی با بررسی بحران گاز در خراسان نوشته ناآرامی‌ها در ایران به مناطقی رسیده که پایگاه سنتی رئیس جمهور تندروی این کشور به حساب می‌آید. در این گزارش همچنین گفته شده قطعی گاز در شمال ایران به تنش‌های روزافزون در کشور و سرکوب مردم معترض دامن زده است. مریم رحمتی گزارش می‌دهد. بحران گاز نه تنها واکنش های شدید و اعتراضات مردمی در ایران رو به دنبال داشته، بلکه توجه رسانه های جهانی رو هم به خودش جلب کرده. بعضی از رسانه های غربی نوشتند که بحران گاز میتونه دامنه اعتراضات سراسری ضد حکومتی در ایران رو گسترده تر بکنه. بلومبرگ هم با انتشار مقاله‌ای نوشته که در مناطقی که پایگاه قدرت اصلی ابراهیم رئیسی به حساب میاد،
مردم به خیابان‌ها اومدن و دارن علیه حکومت شعار میدن. اشاره شده به اینکه ادارات دولتی، مدارس و مشاغل خصوصی هم تعطیل شدن و مردم حتی نمیتونن خونه‌های خودشون را گرم بکنن. همچنین اشاره شده به اعتراضاتی که در سال 2019 به افزایش قیمت سوخت اتفاق افتاد و مردم توسط جمهوری اسلامی سرکوب شدن و صدها نفر جون خودشون رو از دست دادن. ولی جمهوری اسلامی هنوز هم داره به انزوای جهانی و تحریم‌ها توجهی نمی‌کنه و این موضوعات رو کم اهمیت جلوه میده. و ابراهیم رئیسی هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های زیادی رو به مردم داده بوده و ولی در این مدت نتونسته به وعده‌های خودش عمل بکنه. در بخش دیگری از این مقاله در مورد اینکه چطور جمهوری اسلامی نتونسته با سرکوب‌های گسترده اعتراضات ضد حکومتی رو در 4 ماه گذشته خاموش بکنه گفته شده که مردم نه تنها از مرگ مهسا امینی ناراض هستند، بلکه اونها به موضوعات اقتصادی هم توجه میکنن و نارضایتی‌های زیادی دارن. اشاره شده به سطح فقر که به شدت افزایش پیدا کرده و همچنین تورم که در همین ماه به بالاترین حد خودش رسیده. و همچنین در این مقاله ذکر شده که قیمت ریال از زمان خیزش انقلابی مردم ایران 30% کاهش پیدا کرده. مریم رحمتی، نیویورک. تصاویر رسیده از ایران نشان می‌دهد که کماکان مشکل کمبود گاز و سوخت خودرو در شماری از شهرهای ایران ادامه دارد و منجر به تشکیل صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های توزیع سیلندر گاز، گاز CNG و بنزین شده است. تبریز صف گاز CNG بیشتر از 3 کیلومتر. 29 دیما. بامداد 29 دیما اینجا تبریز، این صفی که مشاهده میکنید صف پمپ گاز CNG، 2 روزه گاز رو قطع کردن. الان ساعت 12:30 نزدیک به 1. فقط ببینید ملت چجوری آواره شدن. امید شکری، کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن، همراه ما هستن. خوش آمدین آقای شکری. زمستان سخت در شهرهای مختلف ایران ادامه داره و مردم علاوه بر بحران قطعی گاز خانگی با مشکلات دیگه هم دست و پنجه نرم میکنن. برای مثال قطعی گاز نانوایی ها یا کسب و کارهای مختلف. میدونیم که خیلی از این کارگران این واحد ها روزمزد هستن و اگر کار نکنن درآمدی هم ندارن. شما تأثیر یک چنین نابسامانی ها و معضلاتی رو بر فضای سرشار از نارضایتی این روزهای ایران چه میبینین؟ چه میتونه باشه؟ بله، به نکته بسیار خوب اشاره کردید. باید اشاره بکنم که در هر جامعه، در هر کشوری فرق نمی کنه، از کشورهای فقیر آفریقایی تا کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی، هر جامعه 3 مؤلفه مورد نیازش امنیت،
غذا و انرژی هستش که در حال حاضر هر سه مؤلفه مهم در آینده یک جامعه در ایران با علامت‌های سوال زیادی مواجه شده. اگر به سوال شما برگردم، خب وقتی که پارسال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، هیچ کدام از این شش کاندید برنامه جامعه برای ابربحران انرژی، ابربحران تغییرات اقلیمی و ابربحران آب نداشتند و ما الان در روزهای آخر دی ماه شاهد هستیم که هر روز دامنه بحران انرژی و گاز طبیعی در کشور در شهرها افزایش پیدا میکنه و همونطور که اشاره کردید، وقتی برخی کارگران روزمزد به خاطر قطعی گاز نتونن کار بکنن و خانواده با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، حتی کسانی که شغلشون ثابت هستش با توجه به تورم بالای ایران نمیتونن حداقل های نیازها را برای خانواده خودشون فراهم بکنن و کارگران روزمزدی که به خاطر این بحران انرژی نمیتونن سر کار برن و برخی واحدهای صنعتی به خاطر قطع گاز تعطیل شده، متاسفانه این کارگران در وسط بسیار بدی هستند و اکثرا هم جزو اقشار آسیب پذیر هستند و در شهرهای فقیر هم متاسفانه میبینیم که بیشترین حجم بحران انرژی دامنگیر شهرهای فقیر و استانهای محروم و متاسفانه قشر کارگران که کارگران روزمزد هستند شده. متاسفانه نمیشه آینده روشنی برای وضعیت فعلی ایران پیش بینی کرد و اگر دولت و نظام نتونن این بحران رو مدیریت بکنن که فعلا چنین پتانسیلی براشون نمیتونیم ببینیم و متاسفانه آینده روشنی هم نیست، قشر آسیب پذیر و کارگران روزمزد متاسفانه فشار بیشترین فشار این بحران ابربحران انرژی و بحران گاز طبیعی و تورم بالا را متاسفانه در هفته های آینده و ماه های آینده متاسفانه باید شاهد باشیم که این روی دوش این دش سنگینی خواهد کرد. آقای شکری، شما هم الان اشاره کردین قطعی گاز فقط یک مشکل در حوزه انرژی نیست و دامنش خب خیلی گسترده تر هستش. از دیدگاه شما جمهوری اسلامی راهکار کوتاه مدت و بلند مدتش برای حل این مشکل چه میتونه باشه در زمینه توسعه در واقع صنعت گاز؟ نکته خیلی مهم در این هستش که بدون رفع تحریم ها ایران با تکنولوژی و منابع داخلی منابع شرکت داخلی اصلا و ابدا قادر به حل و کنترل ابربحران انرژی نیست و متاسفانه دامنه این ابربحران انرژی سال آینده پاییز و زمستان سال آینده بیش از این افزایش خواهد یافت. چرا؟ چون فعلا ظرفیت تولید با ظرفیت مصرف برابری نمی کنه و سالیانه بین 5-7% گاز طبیعی یعنی مصرفش در داخل کشور افزایش پیدا میکنه و ظرفیت تولید نمیتونه این افزایش مصرف رو برآورده بکنه. فعلا 7% گاز تولید کشور به عراق و ترکیه صادر میشه که سال گذشته جمهوری اسلامی 4 میلیارد دلار ازش تونست درآمد ارزی کسب بکنه. تنها کاری که میتونه در کوتاه مدت بکنه شاید حجم گاز صادراتی رو دوباره به عراق و ترکیه کاهش بده، بازم به قطع گاز واحدهای پتروشیمی، کارخانجات سیمان و کارخانجات فولاد ادامه بده و یا با افزایش مازوسوزی در نیروگاه ها شاید بتونه بخشی از گازی که تحویل نیروگاه ها داده میشد به بخش مسکونی منتقل بشه که خب همه اینها هم داره عوارض زیادی هستند. افزایش مازوسوزی به معنای افزایش آلودگی هوا، افزایش بیماری‌های تنفسی در شهرهایی هستش که نیروگاه های حرارتی اونجا هستند. اگه بخواد گاز عراق و ترکیه رو به حجمش کم بکنن این بازار در آینده از دست خواهد داد. بعد کردن بدون رفع تحریم ها آینده روشنی برای ابربحران انرژی نه در زمستان امسال و متاسفانه در پاییز و زمستان آینده نمیشه متصور بود. آقای شکری ممنونم از همراهی و توضیحات شما. اداره دریانوردی پاناما حق استفاده از پرچم این کشور را برای 136 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی لغو کرد. این تصمیم پاناما بعد از افشاگری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای و تحویل نام 140 نفتکش که در نقض تحریم‌های آمریکا نقش داشتن به این کشور گرفته شده. همکارم رضا مبین گزارش می‌دهد. لغو حق استفاده از پرچم پاناما برای نفتکش‌های ایرانی. اداره دریانوردی پاناما که بزرگترین نهاد ثبت کشتی‌ها در جهان است، حق استفاده از پرچم خود را برای نفتکش‌های مرتبط با شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی لغو و ثبت آنها را متوقف کرده. خبرگزاری رویترز دو روز پیش در گزارشی نوشت این تصمیم به خاطر افشاگری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای درباره استفاده جمهوری اسلامی از امکانات ثبت نفتکش در پاناما برای دور زدن تحریم‌ها بوده.
سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که سازمانی با نفوذ و غیر دولتی مستقر در آمریکاست، روز گذشته در وبسایت خود نوشت فهرست 140 نفکشی را که با پرچم پاناما در نقض تحریم‌های آمریکا و حمل نفت ایران دخیل بودند، به اداره دریانوردی این کشور تحویل داده. جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا و عضو هیئت مشاوره گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، دوشنبه گذشته با انتشار مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست به نحوه استفاده جمهوری اسلامی از پرچم پاناما و ثبت نفکش‌ها در این کشور برای دور زدن تحریم‌های آمریکا پرداخته بود. این سازمان آمریکایی همچنین فهرست برخی نفکش‌ها را منتشر کرد که پیشتر کشور لیبریا ثبت آنها را به خاطر حمل نفت ایران متوقف کرد. از آن پس ثبت آن کشتی‌ها در پاناما صورت می‌گرفت. این در حالیه که مقامات اندونزی هم بهمن ماه 1399 از توقیف دو نفکش ایرانی و پانامایی خبر دادند که به گفته آنها در حال انتقال غیرقانونی نفت در آب‌های سرزمینی این کشور بودند. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقد از شرکت‌های ردیابی نفکش‌ها گزارش کرده بود که محموله‌های نفت خام ایران در دو ماه آخر سال 2022 به بالاترین حد خود رسیده. آمارهای بخش ردیابی نفکش‌های خود سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای میزان صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران در مه ماه را حدود 1.3 میلیون بشکه و در آذر ماه بیش از 1.4 میلیون بشکه نشان می‌دهد. در همین حال اداره اطلاعات انرژی آمریکا بدون محاسبه هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و تخفیف‌های ارائه شده درآمد نفتی ایران را در سال گذشته میلادی حدود 58 میلیارد دلار تخمین زده. رشد حدود 49 درصدی که به گفته کارشناسان نتیجه بی‌توجهی دولت بایدن به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بود. افزایش درآمدی که بخشی از آن به خاطر بالا رفتن قیمت جهانی نفت و بخش دیگر به دلیل افزایش صادرات نفت جمهوری اسلامی در چند ماه آخر سال 2022 بوده. دقیقا مشخص نیست پس گرفتن حق استفاده از پرچم پاناما از نفکش‌های مرتبط با ایران چه میزان در صادرات نفت جمهوری اسلامی اخلال ایجاد می‌کند. اما آنچه که مسلم است، حلقه دور زدن تحریم‌ها روز به روز برای جمهوری اسلامی تنگ‌تر می‌شود. رضا مبین، واشنگتن دی سی. منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل از نیویورک همراه ما هستن. خوش آمدین آقای فرهنگ. همین چند وقت پیش بود که گزارشی داشتیم مبنی بر میزان استفاده جمهوری اسلامی از پرچم پاناما در نفکش‌ها، اما حالا خبری داریم که اداره دریانوردی پاناما حق استفاده از پرچم خودش رو برای 136 نفکش مرتبط با شرکت ملی نفت ایران لغو کرده. از دیدگاه شما بحران مشروعیت جمهوری اسلامی در داخل و یک دست‌تر شدن جبهه بندی‌ها از سمت کشورهای غربی تا چه میزان در چنین تحولی نقش داشته؟ واقعیت اینه که بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران برای صدور نفت با قاچاقچی‌های معروف بین‌المللی تماس گرفت و پاناما کانال یکی از راه‌هایی است که ایران از اون طریق میتونست نفت خام به ونزوئلا، به هندوستان و به چین و شاید مقاصد دیگه صادر بکنه. و توجه داشته باشیم که و پیشرفتش هم در اون اوائل موفقیت آمیز بود، تا جایی که حدود یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام 1/5 678 کشتی ثبت شده در پاناما متعلق به جمهوری اسلامی بود و بیشتر برای صدور نفت. این توجه باید داشته باشیم که این کانال همیشه مورد استفاده قاچاقچی ها برای مواد مخدر، اسلحه و همینطور کشورهایی که به دلایل تحریم ها محدودیت هایی براشون ایجاد شده و سه کشور هستن که در حال حاضر مسئول این تحریم ها میشن: ایران، سوریه، کره شمالی. من فکر میکنم که چون پرزیدنت بایدن امیدوار بود، انتظار داشت که برجام بتونه احیا بشه و برنامه هسته‌ای ایران مهار بشه، اونطوری که باید و شاید، وزارت دارایی آمریکا اقدامی نکرد که جلوی نفت قاچاق ایران رو بگیره. ولی بعد از ماجراهای اخیر، خصوصا این تحول بسیار بی سابقه و تاریخی زن زندگی آزادی در داخل کشور و
حمایت نظامی ایران از تجاوز روسیه در ونزوئلا و فعالیت‌های وسیع ایرانیان در خارج از کشور کار به اینجایی کشوند که به نظر من دولت آمریکا فشار لازم رو به دولت پاناما آورد که این 136 کشتی نفتکش ایران رو محروم بکنند از استفاده کردن از پرچم این کشور. بله آقای فرهنگ، خیلی ممنونم از همراهی و توضیحات شما. مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه وارد اسرائیل شده و با تعدادی از مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار کرد. بخش عمده‌ای از صحبت‌های جک سالیوان با مقام‌های اسرائیل از جمله با رئیس موساد بر ایران متمرکز بود. سمیرا قرعه‌ای گزارش می‌دهد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه در سفری به اسرائیل با مقام‌های بلندپایه کشور اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه آمریکایی است به اسرائیل از زمان تشکیل دولت ائتلافی در این کشور به نخست وزیری آقای نتانیاهو. آقای سالیوان در ابتدای امر با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد و بعد از اون هم ملاقاتی با بنیامین نتانیاهو داشت. آقای نتانیاهو در این دیدار از جمله در رابطه با ایران، تهدیدهای منطقه‌ای و تهدیدهای هسته‌ای صحبت کرد و از دولت بایدن به خاطر تعهدی که داده راجع به اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه تشکر کرد. یکی از محورهای مهم سیاست خارجه آقای نتانیاهو عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی عنوان شده. آقای نتانیاهو در گفتگوها با سالیوان خواستار بهبود روابط ریاض و واشنگتن شده، چرا که معتقد اگر روابط آمریکا و عربستان سعودی روابط بهتری باشه، او راحت‌تر میتونه به سمت عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی بره. آقای سالیوان بعدتر با مشاور امنیت ملی اسرائیل آقای هنگبی دیداری کرده و دو مشاور امنیت ملی یک دیدار مجازی با مشاوران امنیت ملی بحرین و کشور امارات داشتند. آقای سالیوان بعدتر با مقام‌هایی از تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرده، در رابطه با تشکیل دولت با هم صحبت کردن. یکی از نکات مهم عربستان سعودی برای رفتن به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل تشکیل دولت توسط فلسطینی هاست. آقای سالیوان در آخرین بخش از دیدارهای خودش در روز پنجشنبه با الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل هم دیدار کرده. در این دیدار که مشخصا راجع به ایران صحبت‌های بسیاری شده، آقای کوهن گفته که باید فشار بسیار زیاد منسجم و فوری بر جمهوری اسلامی ایران وارد بشه. آقای سالیوان همچنین در این سفر با دیوید بارنیا رئیس موساد هم دیداری کرده و اون دیدار هم بخش اعظم صحبت‌هاش راجع به جمهوری اسلامی ایران بوده. سمیرا قرایی، کاخ سفید. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از کالیفرنیا همراه ما هستن، خیلی خوش اومدین. وزیر خارجه اسرائیل در دیدارش با سالیوان گفته که زمانش هست که کشورها یک فشار متحد، منسجم، فوری و حد اکثری بر جمهوری اسلامی وارد کنند. این فشارها به نظر شما چه خواهد بود و زمانمندی که در موردش صحبت کرده چقدر به نظر شما متأثر از خیزش انقلابی مردم ایران هستش؟ بله، همطور که شما و بینندگان محترم حتما مطلع هستید، در چند هفته اخیر تقریبا یک ترتیب دیپلماتیک آشتی کنان بین واشنگتن و اسرائیل اتفاق افتاده. آقای راند رمر سفیر سابق اسرائیل در واشنگتن با آقای سالیوان در کاخ سفید ملاقات داشتند، ایشان را آماده کردند برای ملاقات ها در اسرائیل. همینطور آقای اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل هم در مسیر این حرکت جدید دیپلماتیک با جایگزینی حکومت دولت آقای نتانیاهو در اسرائیل فعالیت داشتن. آقای هرتزوگ به طریقی رول یک میانجی میانه رو رو در صحبت ها ایفا میکنه و مطلب این هستش که آقای بایدن و دولت او نیاز به یک پیروزی دیپلماتیک دارن و اینکه میگویند ما به هر قیمتی حاضر نخواهیم بود اجازه بدهیم که دولت جمهوری اسلامی به سلاح‌های اتمی دسترسی پیدا بکنه، اون طرف قضیه شاید این باشه که حاضریم هر کاری بکنیم و هر صبری رو متحمل بشیم تا بتوانیم که چنین پیروزی دیپلماتیکی رو از آن خودمون بکنیم، به خصوص که انتخابات سال 2024 هم
در روبرو هست. من فکر میکنم عزم دولت آقای بایدن راسخ هست که به هر طریقی که میتواند به چنین موفقیتی دست یابد. اشکال در اینجاست که آنچه که آقای بایدن و دولتش میخواهند به آن دسترسی پیدا بکنند چیزی است که دولت جمهوری اسلامی نمیخواهد. امروز معضل بزرگ در واشنگتن این است که کدام راه را انتخاب بکنند، فشار بیشتر و یا اینکه این سیاست چماق و هویج را به صورتی ادامه بدهند که بار بار هویج پروانه جمهوری اسلامی بشه، در حالی که جمهوری اسلامی مردمش رو سرکوب میکنه. بیشتر از 130 روز گذشته از انقلاب مردم ایران، از انقلاب زن، زندگی، آزادی که به باور من نمیتونه بی اثر بوده باشه. امروز دنیا بیدار شده به جنایات جمهوری اسلامی. البته کمک به روسیه در اوکراین هم چاشنی بسیار بسیار مهمی در این زمینه فراهم کرده، ولی نمیتونیم منکر بشیم که اگر تغییری در رویکرد رهبران سیاسی دنیای آزاد نسبت به شرایط ایرانیان آزادی خواست در ایران تغییر صورت گرفته، اعتبار اون همه متعلق به مردمی است که جان بر کف بر علیه این رژیم سفاک برپا خواستند. ولی آنچه که به نظرم میرسه دولت اسرائیل همان سیاستی را دنبال خواهد کرد و همان کاری را انجام خواهد داد که به نفع امنیت ملی مردم اسرائیل هست. و من فکر میکنم اینکه آقای جیک سالیوان سعی میکنند که آقای نتانیاهو رو قانع بکنند که ما همه کار میکنیم که دولت جمهوری اسلامی به بمب دسترسی پیدا نکند. من فکر میکنم از زبان بدن آقای نتانیاهو هم شاید میشد فهمید که میگویند که بله میفهمم که شما هدفتون چیست، ولی بله ما هدف خودمون رو دنبال میکنیم. خیلی ممنونم از همراهی شما. خواهش. ولادیمیر زلنسکی در انتقاد از اختلاف نظر بین کشورهای ناتو گفت ناتو باید بیاموزد تا با صدای واحد سخن بگوید. این در حالی است که نشریه پلیتیکو از اختلاف بین آلمان و بقیه کشورهای ناتو بر سر فرستادن تانک‌های پیشرفته لئوپارد به اوکراین خبر داده. آرش علی گزارش می‌دهد. روز جمعه قرار است که کنفرانسی برگزار شود متشکل از 50 کشوری که مدافع اوکراین هستند در منطقه رامشتان در یک پایگاه نظامی ناتو در آلمان، و آلمان‌ها گفتند که حاضر نیستند تانک‌های پیشرفته خودشون، تانک‌های لئوپارد رو به اوکراین بدهند. اینو چند بار هم تکرار کرد صدر اعظم آلمان، گفت تا وقتی که امریکایی‌ها تانک‌های ایبرامز خودشون رو به اوکراین نفرستند، آلمان هم حاضر نخواهد بود تانک‌های لئوپارد خودش رو بده. به دیگر کشورهای ناتو هم اجازه نمیده تانک‌های لئوپارد خودشون رو بفرستند به اوکراین. و الان نشریه پولیتیکو گزارش میدهد که کدورت پیش اومده بین دولت آمریکا و آلمان. در حالی که من این گزارش رو برای شما ضبط میکنم، کنفرانس جهانی اقتصاد در داووس در جریان است. صدر اعظم آلمان اولاف شولتز اونجاست، همچنین چند تن از سناتورهای حزب دموکرات از جمله سناتور کریس کونز که پولیتیکا میگوید ملاقات محرمانه‌ای با اولاف شولتز داشته است. آقای کریس کونز حاضر نشده در مورد ملاقات محرمانه خودش با اولاف شولتز صحبت کنه، ولی گفته سعی میکنه که نظر دو کشور رو به همدیگه نزدیک کنه و ناتو رو متحد کنه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آلمان رو متهم کرده و دیگر کشورهای ناتو رو که با یک صدا صحبت نمیکنن، و گفته است که روسیه خیلی راحت تصمیمات در مورد جنگ میگیره ولی ناتو مدت‌ها طول میکشه در بوروکراسی اداری گیر میافتد. و الان هم پولیتیکو میگوید که برخی از سناتورها و قانونگذاران آمریکایی که به داووس سوئیس سفر نکردن و اینجا در کنگره آمریکا هستند، شروع به انتقاد از دولت آلمان کردند و میگویند که آلمان در زمینه جنگ با اوکراین بیشتر با روسیه همسوست با ایالات متحده و سنگ میاندازه در کار اینکه بخوان به اوکراین جنگ افزارهای پیشرفته بفرستن و اوکراین رو مسلح کنن علیه تهدیدات روسیه. آرش علایی، ساختمان مجلس نمایندگان آمریکا. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی اینجا در استودیو همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای ندیمی. از دلایل انتقاد آقای زلنسکی به ما بگین. خب آقای زلنسکی انتقادش از کشورهای غربی حامی اوکراین دو محور اصلی داره. یکی تانک اصلی صحنه نبرد و اینکه اوکراین اصرار داره که این کشور به حداقل 300 دستگاه تانک اصلی میدان نبرد
نیاز داره تا بتونه به طور مؤثر حملات تهاجمی به جبهه روسیه رو اثر بگیره تا بتونه سرزمین‌های خودش رو از نیروهای ارتش روسیه پس بگیره. و اون چیزی که تا حالا قول داده شده به اوکراین خیلی کمتر هستش و هنوز هم بحث وجود داره سر تحویل تانک‌های پیشرفته ساخت کشور غربی به اوکراین، یعنی چیزی که اوکراینی‌ها می‌خوان، تانک‌های لئوپارد تو که ساخت آلمان هست و به تعداد بسیار زیادی در کشور اروپایی در خدمت هستش و یک اعتقاد جمعی هستش که این نوع تانک لئوپارد دو مناسب ترین تانک پیشرفته غربی برای استفاده اوکراین هست. ولی متاسفانه آلمان هنوز موافقت نکرده که این تانک رو در اختیار اوکراین قرار بده و هنوز هم قبول نکرده که کشورهای دیگه‌ای که این تانک رو دارن این کار رو انجام بدن و نیازمند هستن که موافقت آلمان وجود داشته باشه. آلمان مشروط کرده تحویل تانک لئوپارد دو به اوکراین رو به اینکه آمریکا هم تانک‌های M1 ابرامز پیشرفته خودش رو به اوکراین بده، ولی آمریکا بحثش اینه که این تانک‌های M1 ابرامز خیلی پیچیده هستن و تعمیر و نگهداریشون برای اوکراین خیلی کار دشواری خواهد بود. اینا در حقیقت یه موتور توربینی مثل جت هواپیما دارن که خیلی مصرف بنزین بالایی داره، سوخت جت مصرف میکنه که در اختیار خیلی گرون تموم میشه برای اوکراینیا. و این بحث و جدل هم بین آلمان و آمریکا در جریان هست. و یک بحث دیگه هم مسئله موشک‌های هایمارس، نوعی خاصی از موشک هایی که برای سیستم هایمارس استفاده میشه، برد 300 کیلومتر داره که یک قدرت تهاجمی قابل توجهی به اوکراین میده. هنوز آمریکا موافقت نکرده که این نوع موشک های اتاکم با برد 300 کیلومتر رو به اوکراین بده. خب حالا سوای در واقع بحث تانک ها، آمریکا ایالات متحده یک بسته 2.5 میلیارد دلاری حمایتی رو به اوکراین پرداخت کرده. فکر می‌کنی شرایط جنگی تأثیری بر نارضایتی زلنسکی داره؟ یعنی که اتفاقی در جبهه جنگ افتاده؟ خب ببینید، الان در شرایطی هستن اوکراینی‌ها که باید هر چه سریع‌تر سعی بکنن که خودشونو برای یک عملیات تهاجمی در جبهه شرقی و همینطور در استان زاپوروژیا آماده بکنن و این کار انجام بدن، به خاطر اینکه به نظر میرسه روسیه در صدد شروع یک عملیات تهاجمی علیه اوکراین هستش. آقای ویلیام برنز رئیس سازمان سیا اخیراً یک سفر محرمانه به اوکراین داشته و با ولادیمیر زلنسکی در این مورد صحبت کرده، اطلاعات جدید آمریکا رو در اختیار ایشون قرار داده که نشون بده که الان زمان این هستش که اوکراین باید عملیات تهاجمی خودش رو شروع کنه و اوکراین هم برای این کار نیاز به تسلیحات داره و به نظر میرسه که آمریکا فکر میکنه تسلیحاتی که فعلا در اختیار اوکراین داره قرار میده میتونه کافی باشه برای شروع عملیات تهاجمی و رخنه اوکراین به داخل خطوط دفاعی روسیه. بله خیلی ممنون از همراهی و توضیحاتش. شرکت فناوری اطلاعات پالو آلتو حملات سایبری به چند نهاد دولت جمهوری اسلامی به ویژه وزارت خارجه را ردیابی کرده که احتمالاً به دست عوامل چینی صورت گرفته است. به گفته پالو آلتو پشت این حملات عوامل موسوم به گاو بازیگوش یا IPT-15 قرار دارند که گفته می شود با دولت چین مرتبط هستند. ایران و چین واکنشی به این گزارش نشان ندادند. برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با توماج تاهباز خبرنگارمون در شرق آسیا. توماج، چه جزئیاتی از پژوهش‌های منتشر شده برامون داری؟ رکس، من خیلی سریع بگم که شرکت پالو آلتو اولا که شرکت بسیار مهم امنیت سایبری در ایالات متحده است. این یک دوم سور بازیگوش یا گاو بازیگوش که با نام‌های مختلفی مثل دیپلماسی یواشکی یا APT-15 شناخته میشم، از عواملی هست که پشت حملات سایبری به ده‌ها نقطه به خصوص نهادهای دیپلماتیک جهان بوده و از سال 2010 دست کم از سال 2010 فعال است. پالو آلتو حالا میگه که پژوهش‌ها روی نمونه‌ها و اتصالات و ارتباطات با زیرساخت‌های مخرب نشون میده چندین شبکه دولتی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران، احتمالاً هدف حمله قرار گرفتن. از جمله IP هایی که رصد شدن و احتمالاً برای حمله استفاده شدن به دست کم 4 نهاد دولتی، مشخصاً وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا نهادهای مرتبط به منابع طبیعی ایران خدمات میدادن.
با در نظر گرفتن شباهت با موارد قبلی حملات سهار یا همین به اصطلاح APT 15 به نهادهای دیپلماتیک، احتمالاً وزارت خارجه جمهوری اسلامی یکی از هدف‌های اصلی بوده. این حملات بین ماه ژوئیه و دسامبر، یعنی تیر ماه تا دی ماه امسال انجام شده که احتمالاً آخرین حملات همین یکی دو هفته پیش رصد شده. در ضمن به گفته پالو آلتو، سور تونسته در واقع این گروه تونسته در طول سالها به قابلیت‌ها و توانایی‌هاش اضافه کنه. اما دو سال پیش شرکت لوکاوت در هند گفته بود اصل گروه APT یا این عوامل به اصطلاح مهاجم سایبری به شرکت دفاعی شیان تیانه مربوط میشن که یک پیمانکار نظامی در چینه. سال پیش هم شرکت مایکروسافت که اساساً فعالیت‌های این گروه هکری رو رصد می‌کنه گفته بود معمولاً بین حملات اونها و منافع کلان و راهبردی دولت چین رابطه برقرار هست. یعنی به عبارتی به احتمال زیاد عواملی که به دهات‌های جمهوری اسلامی حمله کردن مرتبط به دولت جمهوری خلق چین می‌شدن. همونطوری که خودت گفتی تا به حال مقام‌های ایرانی و چینی به این موضوع واکنش نشون ندادن. توماش خیلی ممنونم از توضیحات همراهیت. ممنون که تا انتهای این بخش خبری ما رو همراهی کردین. تا دقایق دیگر رأس ساعت 8 صبح همکارم محمد غلام ابوالفضل با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما خواهد بود. با ما بمانید.